من این هست اگر همین الان جنازه رو به این کلیسا بیارن و همه ما که این ایمان رو داریم آیه رو هم که خوندیم م نه تنها در انجیل متا ده هش اشاره میکنه انجیل متا نه اشاره میکنه و تمام چهار انجیل و مردان خدا رو نشون میده که برای مریضا دعا میکنن شفا میگرفتن برای مرده ها دعا میکردن زنده میشدن اگر الان جنازه رو بیارن آیا شما این اعتماد رو دارید الان دعا کنید این جنازه زنده میشه یا نه؟ خب خیلی خوب آمین میگیم ولی واقعا برای چند تا مرد دعا کردید زنده شده یعنی نمیخوام سرسری میفهمم این ایمان شماست که میگید آمین اما حقیقتا والا چند تا مریض شما دعا کردید اونها شفا گرفتن مریض ناعلاج آیا ایمان دارید الان برای یه نفر دعا کنید میتونید نبوت بکنید آیا چنین ایمانی در قلب ما هست اما جوابی که من میخوام نمیخوام جواب کلیشه‌ای باشه من نمیخوام جوابی بگیرم که کتاب مقدس به ما ایمان داده به یک بنوان یک ایمان من میخوام از شما جوابی بگیرم که روش تمرکزه روش فکر میکنید با یک فکر جواب من رو بدید فراموش نمیکنم سالها پیش در کلیسای مرکز ایران بازی اومد صحبت کرد در اینی که داشت صحبت میکرد و پر از آتش از روح خدا سخنان دلنشینی هم گفت یه دفعه در عین سخنانش گفت این کلام خدا این کتاب مقدس اصلا هیچ قسمتش از تو از کلام خداوند نیستش و بی خودیه آمین همه گفتن آمین بعد گفت آمین دوباره یه عده گفتن آمین شک کردن گفتن چی شد بعد گفت آمین بعد اونایی که آمین گفته بودن نگفتن اونایی که نگفته بودن گفتن همینطور مونده بودن و دوباره براشون اعلام کن. این کلام من میگم کلام یکی از طرف خدا نیست باید شما <applause> و شما میگید آمین و منم تو اون جمع بودن راستش یادم نمیاد منم گفتم آمین یا نگفتم اما چقدر خوبه که ما سوالات رو خوب جواب بدیم بگیریم و روش تمرکز درست داشت باشیم بزرگترین آسیبی که ما در باور گذشته بکران اسلام خوردیم حتی مسیحی زاده ها خوردن علتش اینه که جستجو نکردن نرفتن خودشون رو آپدیت کنن و آسیب خوردن فراموش نمی کنم دو سه سال پیش من اینجا سوالی کردم گفتم آیا در جای ما کسی هست که از دوران نوزادی تا الان مریض نشده باشه یک نفر که فکر کنم سنش حدود 60 سال حالا دو سال بالا پایین دستشو برد بالا گفت من گفتم ببین از دوران نوزادی تا الان شما مریض نشدی گفت نه نشدم خب توی موعظه که جای بحث نیست من بخوام با <applause> کسی بحث کنم ولی یادم هست برای دو, دو سه مورد مریضی اون من داشتم دعا میکردم <applause> نمیدونم ایشون چرا این جوابو به من داد اما حقیقتا خواهشم این هستش که آنچه که قلب شما گواهی میده درست میگید حقیقتا ما که مسیح ایمان داریم مطمئن هستیم که میتونیم دعا کنیم مریضان شفا پیدا کنن حتی میتونیم دعا کنیم که مردگان نیز زنده بشن اما به خوبی این رو میدونیم آنچه را که ما میگیم ما نیستیم کیه در ما؟ روح القدس مسیح در ما و این ایمان ما جرقه ای از امیدی است که در قلب ما ایجاد میشه که دلیلی خواهد شد که من به خاطر ایمانی که دارم وقتی برای یک شخص دارم دعا میکنم و حقیقتا با تمام دلسوزی دارم برای اون دعا میکنم روح القدس به توسط من نبوت میکنه نبوت برای امید میاد تا برای اون کسی که من دارم دعا میکنم امیدی داشته باشه شادی رو بگیره هدفمند بشه توی زندگیش اما این گونه نیستش که من هستم دلیل اون نبوت من هستم دلیل اون زنده شدن من هستم دلیل اون معجزه من نیستم باز در همین انجیل متی ده هشت که میگه بروید مریضان رو زندگی کنید در انتهای آیه میگه مفت گرفتید مفت بدید پس من نیستم <applause> میگه تو نیستی رسول من به تو دادم و تو داری این رو برای دیگری میرسونی اگر من در این قسمت سهمی ندارم فقط ایمان من سهم هست آیا میتوانیم بگیم مسیحیت همانا دعاست فقط؟ مسیحیت عطایایی است که خدا به ما داده باهاش معجزه کنیم مسیحیت فقط از ما میخواد ما کارهای خارق العاده انجام بدیم تو دنیا و بگیم ما اینجا هستیم و اون دینا این دینا علکی هن. ما حقیقت هستیم آیا هدف این هستش اگر هدف این بود هرگز عیسی مسیح در انجیل متی 7 21 الی 23 اعلام نمی کرد. چه بسا کسانی هستند که مرا خداوند خداوند میخوانند ما میدانیم هیچ کسی سای مسیح رو نمیتواند بگه خداونده چون منطقی نیست چون مذهبی هم نیست نه علمیه هیچی کلام خدا میگه این روح القدسه که مانند یک پروگرامی که شما به توسط یوسف روی لپتاپتون میتونید بریزید این در وجود ما ریخته میشه چون حقیقت رو میطلبیم کلام خدا میگه مسیح میگه حقیقت رو به حقیقت تو رو آزاد میکنه اگر حقیقتا تشنه آن چرا که دلایلی شده برای ذهن شما چرا آفریده شدم خدای من کیست در کدوم مسیر داریم قدم برمیداریم میگه اون حقیقت تو رو آزاد میکنه پس اونجا روح القدس به ما کمک خواهد کرد و عیسی مسیح میگه چه بسا خیلی هستن مرا خداوند خداوند میخوانند چه بسا خیلی هستن مرده زنده میکنن معجزه میکنن روحای بد رو بیرون میکنن جزامیا رو شفا میدن اما مسیح میگه من اینها رو نمیشناسم چی شد میگه من اینها رو نمیشناسم چون اراده پدر من رو انجام نمیدن اراده پدر چیه اراده خدا چیست یک کلمه است اراده خدا نیکوست جهان رو به نیکویی آفرید اراده خدا محبته اگر اراده خدا نیکوست من و شما می توانیم به راحتی از اون ایمان خودمون استفاده کنیم تا با ایمان پویا با امیدی زنده تصمیم بگیریم در مسیر اراده خدا زندگی پاک و مقدس داشته باشیم تا این گونه مسیر را نیز نمایان کنیم برای دیگران و در برابر حوث های گناهالود و حلاکت کننده بیستیم تا برکت بگیریم